در مورد غم زنی، این برای من جالبه. همون 12-13 سال پیش که داشتم در مورد اسلام، در مورد تشیع تحقیق میکردم روی اینترنت، وقتی روی گوگل کلمه شیعه یا شیعه مسلم یا اسلام رو میزدم، بیشتر مثلا عکسای قرآن یا عکسای جمکران، عکسای حرم امام رضا علیه السلام رو نشون میداد. ولی انگار که این 12-13 سال جریانش عوض شده، یعنی مسلماً کسانی هستند که جریان سازی نادرستی رو دارن انجام میدن. بعد الان وقتی همون کلمه رو روی گوگل بزنیم، بیشتر عکسای غم زنی خونینیم رو ما میبینیم. بله. 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 ده بله 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 درسته درست. بله به نسبت اهل بیت مثلا یه حادثه عاشورا، بله، یه 40 میلیون نفر 30 میلیون نفر کجا دارن میرن توی شهر به خاطر کی میرن؟ به خاطر امام حسین میرن. بله، بعد میاد شروع کنه امام حسین رو سرچ کردن، شیعه مسلم رو سرچ کردن، بله، خون میگیرن. اون تصاویر داعش هم داشتن، واقعا خودتون الان جای همچین آدمی بدین که حالا خیلی هم اهل تحقیق، ولی خب خوشش اومده، میخواد به تحقیق کنه، بازم واقعا سمت اسلام میاد. من اتفاقا این چیزها مثلا کنجکاوی ما رو بیشتر میکرد، ولی البته مثلا خیلی از آدم ها مثلا به اطلاعاتی که رسانه ها نشون میده کفایت میکنن. بعد مثلا وقت و انرژی بیشتری رو روی تحقیق جهت فهم حقیقت نمیذارن. این واقعیته. تاثیر رسانه‌ای و تبلیغاتی در بله. بحث غم‌زنی مثلا تو رسانه‌های خارجی در اون بازتابی که داره خصوص تو اینترنت. بله. مسلماً خیلی زیاده. چقدر تاثیر پذیری داره مثلا مردم؟ مردم البته عامه مردم کاملا تحت تاثیر چنین چیزایی قرار می گیرند. چرا با تمام وجود این همه نکته مثبت، بله، حادثه عاشورا، بله، و اون اتفاق عظیم، چرا باید بحث غم زنی و این کار خرافی بود بشه این مردم؟ چرا همچنان این برداشت و نگاه وقتی به تاریخ اسلام نگاهی بندازیم، خیلی بارها و بارها چنین چیزی اتفاق افتاده که مردم مثلا جلوتر از امام زمان خودشون رفتند، هم ضرر خوردند، خودشون ضرر خوردند یا به امام زمان خودشون ضرر زدند. خیلی زیاد اتفاق افتاده. ما نباید از جلوتر از امام خودمون بریم، هم نباید از عقبتر از امام خودمون بمونیم. یعنی آره، ولی واقعا همراه همیشه مثلا طبق دستورات امام خودمون رفتار کنیم، عمل کنیم. بعد اینم یکی از مثال هایی است که توی تاریخ اسلام هم زیاد ثبت شده. بله بله بله. اولین باری که حادثه عاشورا رو
در مورد عاشورا همون سال اول بود که مسلمان شدم، سال اول بود که شیعه شدم. خاطرتون هست چجوری بود؟ چجوری شنیدی؟ چجوری براتون نقش شد؟ من مقاله ها و کتاب ها رو خوندم روی اینترنت. من خیلی شوکه شدم واقعا. یک هفته 10 روز من از روی عصبانیت نمیتونستم بخوابم، نمیتونستم بخورم. واقعا من خیلی ناراحت بودم که توی تاریخ اسلام این واقعیت رو پنهان کردن، هم دارن پنهان میکنن که حتی آدم های امروزی هم گمراه بشن. یعنی یه ستم و ظلم بزرگیه. واقعا من این درد رو نمیتوانستم تحمل کنم. واقعا انقدر از درون خودم آتش گرفتم. کدام یکی از شخصیت کربلا خیلی درگیرتون کردن؟ مات و مبهوتون شخصیت؟ همه افرادی که در کربلا حضور داشتند، اونجا شهید شدند، برای من خیلی اثر بخش هستند. ولی واقعا مثلا موقعیت و تجربیاتی که حضرت زینب سلام الله علیها تهی کردن واقعا چیز دیگه ایه. واقعا ایشون مرگ همه اهل بیت رو مشاهده کرده. توی همون کربلا، درسته که قبر ایشون توی کربلا نیست، ولی ایشون جان خودشون رو در پله زینبیه در دست دادند. یعنی واقعا این خارج از تصور بشریه که ایشون چیها رو مشاهده کردن، چیها رو تجربه کردن. واقعا این گفتنی نیست. اون به این کسایی که قمه میزنن حرفشون اینه، میگن که ما حب امام حسین داریم، امام حسین دوست داریم که روز عاشورایشون خون دادن، ما خیلی دوست داریم که مثلا اون حس رو درک بکنیم و بدن این حرفا. یه بحثی تو عملیات روانی، چون جنگ روانی رسانه‌ای هستش که تو بحث جنگ نه، میتونی شما یه چیزی رو بگیری بعد یه چیز بهتر پیشنهاد بدی. پیشنهادی که ما داریم تو این کمپین این هستش که بیایم به جای فرهنگ اهدای خون رو به جای قمه‌زنی واقف کنیم و جایگزین بودیم شما می‌خواید قمه بزنیم، بیایم تو اون روز خون بدیم. مثل نمونه واردشون هم کسی به عنوان آیت الله شیخ زکزاکی که ایشون رهبر شیعیان نیجری هست. ایشون تو نیجری همین کار رو کردن و کلی آدم اومدن به سمت اسلام، اومدن به سمت تشیع. من خودم قمه‌زنا رو ندیدم، ولی اونا باید دقت کنند که به چی اهمیت بدن. یعنی فقط به عشق خودشون اهمیت بدند یا خدماتی که بتونن انجام بدند اهمیت بدن. یعنی اگه فقط از روی احساسات خودشون باشه چندان جالب نیست، ولی اونها اگه قصد به خدمت به امام حسین علیه السلام یا خدمت به امام زمان علیه السلام رو داشته باشن، باید به نتیجه عمل خودشون توجه کنند و احتیاط کنند. بعد
باید سیاست هم داشته باشند. اثر مثبت جای خون به جای قرمزنی چی هستش؟ کار کردن به جهت وحدت. آره اینم خیلی جالبه، اگه مثلا به جای اینکه مثلا با این با خون خودشون میتونن که مثلا جان دیگران رو نجات بدن، که به قول قرآن، قرآن میگه که نجات دادن یک نفر مساوی نجات دادن تمام انسان هاست. خیلی ارزش داره، خیلی جالبه واقعا، این شیوه خیلی قشنگه. چقدر این کمپین اهدای خون به جای قرمزنی میتونه ترویج اسلام حقیقی و اسلام ناب؟ بله بله، به نظر من خیلی واقعا مثلا نظر دیگران، نظر غیر مسلمانان به اسلام، مخصوصا به تشیع رو ممکنه 180 درجه دگرگون کنه. یه زمانی کمونیست ها مسلط شدن به منطقه آذربایجان، جا شیعه نشین بودن، بله، بهشون گفتن شما اجازه انجام هیچ گونه فعالیت و حرکت مذهبی رو ندارید، فقط میتونید قرمزنی انجام بدید. به یه بوده میگن انگلیس تو کشور خودمون زمانی که بقولی سفارت داشت میمدن بین هیئت‌های مذهبی شروع کردن قرمزنی کردن و برای مراسم آدم قرمزنیشون میمدن کفن سفید ترجم، بله. چرا انگلیس چه سودی میبره از این؟ خیلی سود میبرم. هم به قول امام علی علیه السلام، ما باید امور رو از ضد آن بشناسیم، یعنی به قول دیگه میتوان گفت حقیقت رو از ضد آن، یعنی باطل. بله بله، یعنی این خواسته دشمنان اسلام، یعنی برعکس خواسته های دشمنان اسلام میشه کارای درست. اگر انگلیس قمزنی رو من نکرده باشه، واقعیتش اینه که قمزنی نکردن درسته. من میخواستم بگم که مثلا اوضاع رو کلی تر نگاه کنند، بعد به نقش خودشون دقت کنند، یعنی اثر کارهای خودشون دقت کنند، که و اگه برای اونها امام حسین علیه السلام ارجمند باشه، دین اسلام مقدس باشه، به نفع اسلام، نفع امام حسین علیه السلام باید عمل کنن، کار کنن، بعد دشمن شاد نباشن. بعد دشمن شاد بودن مشخصه از کارهای دشمنان اسلام.